در بخش نخست، آیا ایران بعد از قطعنامه 2231 به حوثی‌ها موشک داده؟ و در بخش دوم، آیا برگزیت بریتانیا را تکه تکه می کند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره پایبندی ایران به قطعنامه 2231، قطعنامه‌ای که بعد از برجام در این شورا تصویب شد، آمریکا سعی کرد اعضا را مجاب کند که ایران به دلیل دادن موشک به حوثی‌های یمن قطعنامه را نقض کرده. بحثی که بسیاری از اعضا چندان درباره آن مطمئن نبودند، از این جهت که این موشک‌ها گرچه به قول آنها شواهدی متقن هست که موشک‌های ایرانی باشند، روشن نیست که قبل یا بعد از تصویب این قطعنامه به یمن ارسال شده باشد. در جلسه روشن بود که کشورهای اروپایی و نمایندگان سازمان ملل گرچه از عملکرد ایران در منطقه نگرانی هایی دارند، اما معتقدند که باید برجام به عنوان یک توافق جداگانه حفظ و درباره این نگرانی ها مربوط به برنامه موشکی با ایران جداگانه گفتگو شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل پیشتر در گزارشی گفته بود که موشک اندازهایی که در یمن پیدا شده متعلق به ایران است و ایران بهتر است که نگرانی ها در این باره را برطرف کند، گرچه از آمریکا هم به خاطر خروج از برجام ابراز ناخرسندی کرده و گفته باید برجام اجرا شود و نتایج اقتصادی آن را مردم ایران ببینند. در این برنامه دو مهمان داریم: هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، و مهدی طلعتی، پژوهشگر امنیت ملی دانشگاه زوریخ از سنگالن سوئیس. با ما هستن. خوش آمد میگم به هر دو مهمان. آقای حسنیاری، ممکن شما اول یه تصویر به ما بدید این موشک هایی که ازش صحبت میشه چه نوع موشک هایی هستند؟ بر اساس چه شواهدی گفته میشه که اینها ایرانی هستند؟ ببینیم، موشک هایی که ایران ظاهراً به حوثی ها داده اونقدر بردشون زیاد هست که به خاک عربستان وارد شدن، صدماتی رو به بعضی از شهرها و روستاهای کشور زدن و همینطور تا ابوظبی تونستن این موشک ها بروند. بنابراین برد این موشک ها احتمالاً ممکن هست که بین 500 تا 1000 کیلومتر باشه، دقیقاً معلوم نیست. در این مرحله حداقل بحث بیشتری بایستی یا تجسس بیشتری در این امر بایستی صورت بگیره تا اینکه تصویر روشن‌تری به دست بیاد. آنچه که مهم هست این است که ایران تا به حال همواره بر این عقیده بوده و سعی می‌کرده جامعه جهانی رو به این باور برسونه که هیچ گونه تسلیحاتی رو به حوثی‌ها نمیده. ولی در کنفرانسی که اخیراً در تهران درباره یمن ایرانی ها انجام دادن، در این کنفرانس به روشنی بعضی از مقامات ایرانی اعلام کردن که به حوثی ها کمک خواهند کرد و این کمک رو به خلاف گذشته به طور آشکار انجام خواهند داد. در نتیجه می شود انتظار داشت که این موشک ها به ایران تعلق داشته باشن. همونطوری که در مقدمه شما اشاره شد، بحث جدی هست که این موشک ها در چه زمانی به حوثی ها داده شدن که خب اون بایستی سازمان ملل و کشورهای قدرتمند دیگر وارد این مسئله بشوند تا بتوانند چنین تصمیمی برسند که آیا این موشک ها قبل و یا بعد از قطعنامه به ایران به یمن داده شدند. آقای طلعتی، این بحث موضوع مهم مذاکرات دیروز بود، اینکه آمریکا میگه ایران اینها رو به حوثی‌ها داده، بقیه میگن نمیدونیم کی داده. واقعا چطور میتونن مشخص کنن که کی داده؟ آیا این راه ساده‌ای داره؟ ببینید، این اولین بار نیستش که ایران متهم میشه و چنین مسائلی رو راجع به ایران عنوان میکنن. قبلا هم خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا توی سازمان ملل یک همچین مسائلی رو عنوان کرده بود و شواهدی رو هم مبنی بر این قضیه ارائه کرده بود. ببینید، اصولا اثبات این مسئله که یک چنین حمایتی از سوی ایران صورت میگیره تا وقتی که ایران انکار میکنه بسیار سخت هستش. به این دلیل که ایران این موشک ها رو به حزب الله احتمالا میده، به بعضی از گروه های عراقی احتمالا میده، توی سوریه احتمالا استفاده کرده. جمع کردن تکه های اینها از منطقه و
ارائهشون در یک نمایش به نظر من کار سختی نخواهد بود و خصوصا دقت کنیم که این شواهد رو ائتلاف عربستان ارائه کرده. بنابراین حتی اگر ایران در این قضیه دخالت داشته باشه و به ساخت چنین موشک‌هایی کمک کرده باشه و یا این موشک‌ها رو منتقل کرده باشه به حوثی‌های یمن، اثباتش برای جامعه بین الملل بسیار سخت خواهد بود و تنها مسئله‌ای که میتونه وجود داشته باشه بحث حدس و گمان هستش، چیزی که آمریکایی‌ها و متحدین اروپاییش تا حدود زیادی به این قضیه تکیه دارن. دقت داشته باشیم که توی نشست شورای امنیت روس‌ها مدعی بودن که این شواهد اصلا متقن نیست و کمکی نمی‌کنه به اینکه ما ایران رو متهم کنیم که یک همچین حمایتی رو انجام داده. بنابراین مشخصه که اجماع کلی و اطمینان کلی نسبت به اینکه ایران توی این مسئله مقصر هست هنوز وجود نداره و صرفاً فشار سیاسی آمریکا و متحدانش هستش که باعث میشه یک همچین مسائلی در سطح شورای امنیت سازمان ملل مطرح بشه. ببخشید، بذارید یه چیزی رو قبل از این که بحث رو ادامه بدیم روشن بکنیم. آیا ایران اجازه داره این موشک‌ها رو به کسی بده؟ حالا الان مسئله حوثی‌های یمن هست، اما اصلا بر اساس قوانین بین‌المللی ایران میتونه موشک‌ها رو، شما اشاره کردید به افراد زیادی، به در واقع کسانی که در منطقه از اونها پشتیبانی میکنه، ظاهرا این موشک‌ها رو میده، اما آیا بر اساس قوانین بین‌المللی اجازه چنین کاری رو داره یا نه؟ ببینید، قوانین بین‌المللی تا اونجا که من میدونم بحث منع تسلیحات موشکی تا یه برد خاصی هستش، یعنی تا رنج 450 تا 600 کیلومتر هستش. خب این هم که من گفتم داده میشه، اینها همش احتمال هستش، نه من هم به صورت یقین نمیدونم. بنابراین هیچ معاهده‌ای هم ایران رو از صدور و یا فروش تسلیحات موشکی منع نمی‌کنه، مگر موشک‌های بالستیک که دنیای تاکید ویژه‌ای روشون داره، اون هم به دلیل حمل تسلیحات هسته‌ای هستش. بنابراین کشورها مدامی که صلح منطقه‌ای و خدمت شما عرض کنم که نظم منطقه‌ای به هم نخوره، هیچ ترتیبی وجود نداره. ترتیبی که وجود داره یک بحث اخلاقی هستش که کشورها به مناطق مورد مناقشه این تسلیحات رو انتقال ندن، و یا اگر سازمان ملل طبق قطعنامه ای از نظر حقوقی یک کشوری را محروم کرده و کشورهای دیگر را ملزم کرده که به این کشورها تسلیحات نفروشن، اون موقع هستش که مراتب حقوقی مترتب میشه بر اعمال کشورها در صدور این گونه تسلیحات. صحیح. آقای حسن ارزاران، شما موافق نیستید با بخشی از صحبت آقای طلعتی؟ بفرمایید. ببینید، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل وجود داره در مورد این که حوثی‌ها رو مورد تحریم قرار داده، تسلیحات نهایتی به حوثی‌ها داده بشه از جانب هر کشوری و یا هر گروهی که باشه. در این مورد خود ایرانی‌ها در این کنفرانس در مورد یمن در تهران خیلی روشن گفتن که به حوثی‌ها هر گونه کمک می‌کنن و در نتیجه لازم نیست جامعه جهانی به چنین امری رو بخواد اثبات بکنه. خود ایرانی ها پذیرفتن. دوم این که وقتی که بحث این گفته می وقت وقتی این بحث پیش میاد که خب این حدس و گمان هست، ببینید در گذشته زمانی که مسئله فردو مطرح شد، زمانی بود که ماهواره‌های آمریکایی نشان دادن که فردو تأسیساتی در فردو وجود داره و بعد از اون بود که ایران اعلام کرد که بله چنین تأسیساتی وجود داره. در مورد سوریه ایران سالها بر این باور بود و میخواست متقاعد بکنه جامعه جهانی و یا افکار عمومی در ایران رو که وارد جنگ سوریه نشده. بعدا به تدریج روشن شد که ایران عمیقا در جنگ سوریه دخالت داره. درست. و مسائلی از این قبیل همینها رو که دوی هم بذاریم خیلی روشن تصویری به دست میاد که ایران در این امور دخالت مستقیم داره. برداشت من از صحبت شما این هستش که الان ایران به خاطر آنچه که در گذشته انجام داده چندان مورد اعتماد نیست در این زمینه هم، بنابراین این شکی که به ایران وجود داره ممکن هست که برای بسیاری از کشورها جدی باشه، اما راه‌های اثباتش چگونه است؟ بسیاری از کسانی که مسائل رو دنبال می‌کنند با این شو یا نمایشی که کشورهای غربی مثلا به آمریکا به خصوص و اسرائیل در این زمینه داشتند، اینکه قطعاتی از این موشک‌ها رو نشون دادن، چندان راضی نشدن، میگن این شیوه منطقی نبود و اینها رو میشه هر کسی بسازه و یک آرم ایران بزنه روش و بگه اینا مال ایرانه.
خب ببینید، این حرف میتونه درست باشه در صورتی که هیچ گونه سابقه در این زمینه وجود نداشته باشه، ولی سابقه ایران متاسفانه از این سابقه خوبی نیست. حتی اگر کشورهای متخاصم نظیر آمریکا، عربستان و همینطور اسرائیل سعی بر این دارن که به ایران اتهاماتی رو بزنن، این اتهامات گرچه رنگ بوی سیاسی میتونه داشته باشه ولی خالی از دلیل هم نیستن، دقیقا به خاطر اون چیزی که در خود ایران میگذره. ببینید جمع آوری اتهامات همینطوری گرچه کار ساده ولی کار نیست که بشود در مبنای اون اشبه که یک حکمی از جانب اجبارهای اقتصاد ملت جلده خبرتی نظر کنم محتاطتر از این هستن که بتونین کاری دست بزنن و در نهایت باعث آبروی بشه. این که اشاره کردی که روسیه قبول روسیه رد کرده چون این اتهاماتی رو، خب انتظاری میشود از روسیه دارد که خیلی روشن با ایران متحد هست، از ایران حمایت میکنه، مخالف آمریکاست، مخالف بسیاری از کشورهای پیش و در نتیجه به اینها به اصطلاح به خود ایرانی ها دستشون توی یک کارت از روسیه و جمهوری اسلامی. آقای طلعتی بفرمایید، به نظر میاد حالا شما با صحبت آقای حسنی رو موافق نیستید. به نظر من یه مقدار ساده انگاری هستش که فکر کنیم آمریکایی‌ها مثلا دست به یه همچین کارهایی نمیزنن. ببینید، بزرگترین تراژدی دهه آخر قرن بیستم توسط آمریکایی‌ها با ادعای دروغ تسلیحات وجود تسلیحات کشدار جمعی در عراق صورت گرفت و تمام مسائلی رو که ما فعلا در خاورمیانه شاهد هستیم بر مبنای یک دروغ و بعدش تهاجم به یک کشوری صورت گرفت که مثل دومینو تمام مهره‌های بعدی بحران رو در خاورمیانه به حرکت در آورد. بنابراین اصلا عجیب نیستش که کشورهای بزرگ بعضی وقتا دست به یک همچین صحنه سازی هایی بزنن. ببینید، بحث دخالت ایران، بالاخره ایران یک کشوری هست. من معتقدم که ایران هم در بعضی از مسائل، این نظر شخصی من هست، دخالت میکنه، اما تا وقتی که سطح قابل اطمینانی از سیاست در ایران، یعنی یه رده خاصی از ایران به این حضور و به این دخالت صحه نذاره، به نظر من حرفای کسایی که توی سمینارها زده میشه و فرماندهان رده های میانی سپاه، به نظر من از نظر وزن سیاسی اهمیت چندانی نخواهد داشت. بله بله. ولی آقای طلعتی، مسئله چیز دیگه ای، اصلا میپذیرید که اینکه ایران الان این وسط چی میگه خیلی مطرح نیست؟ مسئله این هستش که اون کشورهایی که قرار هست در مورد سرنوشت تحریم های موشکی برای ایران تصمیم بگیرن هستن که حالا چه ایران بگه من موشک ها رو میدم یا نمیدم، اونها تصمیم میگیرن. به نظر شما آیا الان یک تجمیع در شورای امنیت در جاهای مختلف بر علیه ایران در این زمینه وجود داره با توجه به موضعی که کشورهای اروپایی و همینطور روسیه دارن در این بابت؟ ببینید، این حرف شما درسته. این که ما بگیم ایران دخالت داشته یا دخالت نکرده و یا مدرک ارائه بدیم یا ندیم، تأثیری در سیاست آمریکا و کشورهای اروپایی اگر تصمیم گرفته باشن که با ایران برخورد بکنن بر اساس هر قانونی که خودشون میدونن، ما نمیتونیم این قضیه رو متوقف کنیم. چیزی که مشخص است، ببینید من یه سری رو خدمت شما عرض کنم. اروپایی‌ها سعی کردن که برجام رو از مسئله موشکی ایران جدا بکنن و به برجام، حتی آمریکایی‌ها هم در دولت قبلی آمریکا این سعی رو داشتن. بعد از حضور آقای ترامپ، وقتی که مشخص شد ایشون میخواد خارج بشه، اروپایی‌ها سعی کردن با بیان این که ما حاضریم بعضی از تحریم‌ها رو بر مسائل موشکی ایران اعمال بکنیم، سعی کردن موضوع آقای ترامپ رو تا حدودی چیز بکنن، تلطیف بکنن که ایشون از برجام خارج نشه، اما اون مسئله شد. ببینید، اروپایی‌ها سعی کردن توی این قضیه تا اونجا که میتونن بحث تمایز رو قائل بشن، ولی این به معنای این نیستش که اروپایی‌ها با بحث فناوری موشکی ایران و بحث چیزی که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه میگن مخالف نیستن و نگرانی ندارن. چیزی که مشخص هست، اگر ایران به این رفتار بی‌خردانه‌اش در سیاست در تبلیغ مسائل امنیتیش ادامه بده، قاعدتاً باعث خواهد شد که اروپا روز به روز
موضع سخت‌تری رو در مسائل موشک ایران در پیش بگیره و از این منظر نظراتش به آمریکا نزدیکتر بشه و این میتونه تبعات بسیار منفی رو به نسبت به ایران داشته باشه. مسئله مهم الان این هستش که آیا کشورهای اروپایی در مورد برجام قصد حفظ برجام رو دارن در مورد برنامه موشکی کنار آمریکا میستن یا نه. ظاهرا در جلسه دیروز در شورای امنیت اونها هنوز معتقد بودند که باید صبر کرد، باید با ایران در این زمینه گفتگو کرد. آقای حسن یاری، به نظر شما یا ایران آماده هست که در زمینه برنامه موشکیش گفتگو کنه؟ ایران بارها گفته که برنامه هسته‌ای یک موضوع جداگانه بود، سر میز مذاکره رفت، نتیجه‌اش هم الان می‌بینیم که چندان مورد قبول نیست. در مورد برنامه موشکی حالا قصد نداره مذاکره بکنه. ببینید، چیزی که مهم است این است که در ایران مراکز تصمیم گیری بسیار زیادی وجود داره که اینها با هم همخوانی ندارن. در نتیجه به اون چی که سپاه انجام میده به عنوان نمونه با اون چی که دولت روحانی میخواهد در تضاد آشکار هست و این باعث میشه که ناباوری نسبت به سیاست های ایران و به گفته های دولت ایران و به طور کلی جمهوری اسلامی هرچه بیشتر بشه. سپاهیان زمانی که دولت ایران در حال گفتگوست با اروپایی ها موشکی رو آزمایش میکنه که این خب به تبع ضرر مذاکره کنندگان ایرانی تمام میشه. بنابراین لازم هست که ایران به یک اجماعی برسه در این مورد تا بتونه کاری پیش ببره. به نظر من چنین نخواهد شد و متاسفانه ایران همچنان به این به صدا گفتمان دوگانه خود ادامه خواهد داد که این ضررهای بسیار بسیار جدی برای ایران خواهد داشت، به راحتی به یک جنگی رو به وجود بیاره که عاقبت اون جنگ نامعلوم خواهد. آقای طلعتی، نقش ائتلاف عربستان و اسرائیل در میان چی هست؟ ببینید، از یه منظر بالاتر نگاه بکنیم، به نظر من مسائلی که بین آمریکا و ایران هستن مسائلی هستن که از نظر سیاسی قابل حل هستن. آمریکا به صورت استراتژیک فکر نمی کنم که تصورش این باشه که ایران دشمنش هستش. مسئله‌ای که اینجا به وجود میاد بحث رقابت‌های منطقه‌ای و تأثیر سیاست‌های متحدین آمریکا و سیاست‌های کلان آمریکا هستش. ببینید، بحث اسرائیل هستش، بحث عربستان سعودی هستش، بحث امارات هستش و فعالیت‌های ایران در منطقه برای به دست گرفتن مرکزیت قدرت در منطقه و همچنین رقابت عربستان با این قضیه هستش. این قضیه باعث شده به دلیل منافع گسترده‌ای که آمریکا در حمایت از این ائتلاف داره و همچنین اون تعهدی که آمریکا به حفظ امنیت اسرائیل داره، باعث شده که آمریکا به صورت مستقیم و به نیابت از این اتحاد در برابر ایران قرار بگیره و در واقع مجری منویات این ائتلاف در برابر ایران باشه. حرکت مثبتی از زمان دولت قبل آمریکا شروع شده بود که به تدریج به نظر من میتونست منجر به این باشه که خیلی از مشکلات ایران و آمریکا حل بشه، حتی اگر نه به صورت عمده در مسائل سیاسی ولی به یک تفاهم کلی منجر بشه. ولی سیاست‌های اخیر دولت آمریکا و حمایت یک طرفش و انتقاد حمایت یک طرفش از ائتلاف عربستان و متحدین دیگرش مثل اسرائیل و انتقاد یک طرفش از ایران باعث شده که مسائل داخل منطقه تأثیر زیادی بر سیاستهایی که آمریکا اتخاذ میکنه داشته باشه و از این نظر به نظر من منطقه رو به مسئله خطرناکتری به لول خطرناکتری کشونده و این هستش که ممکنه علاوه بر قدرت‌های منطقه‌ای یه قدرت خارجی هم به صورت گسترده در یک بحران احتمالی دخالت بکنه. و به اون سوال آخر آقای حسنیاری، به نظر شما اروپا با شرایطی که الان می‌بینیم در فرانسه، در بریتانیا مشکلات خودشون رو دارن، در آلمان هم، چقدر آمادگی دارن که وارد یک دعوای جدی بین‌المللی با ایران بشن بر سر برنامه موشکی؟ اتفاقا یک جنگ خارجی میتونه خیلی از مسائل داخلی رو در بسیاری کشورها، نه تنها در کشورهای جهان سوم بلکه در کشورهای پیشرفته هم
میتونه مسائل داخلی رو حداقل به حالت تعلیق در بیاره برای مدت زیادی. و اگر که بنابراین باشه که با ایران برخورد جدی صورت بگیره از نظر نظامی، امیدوارم که نشه، ولی اگر که قراری که چنین بشه، مطمئن باشین که مسائل داخلی کشورهای نظیر بریتانیا، فرانسه و آمریکا و یکی دیگر کشورها، اینها تأثیر استراتژیک نخواهند گذاشت بر اون چی که دولت‌های این کشورها میخوان انجام بدن. به همین خاطر هست که ایران باید سعی بکنه که حداقل اروپایی‌ها رو به طور جدی راضی نگه داره با سیاست‌های عقلانی که به کار میتونه ببره، وگرنه این در صورتی که توافق بین آمریکا و اروپا صورت بگیره، نه روسیه به دفاع از ایران برخواهد خواست، نه چین و ایران تنها خواهد ماند در برابر یک ائتلاف بزرگ خارجی به اضافه کشور بعضی از کشورهای منطقه. ممنونم از شما آقای حسن یاری و آقای طلعتی. در بخش دوم برنامه درباره بریتانیا صحبت می‌کنیم. در بریتانیا هفته‌ها تلاطم سیاسی در لندن دیروز به اوج رسید. در اتفاقی نادر نمایندگان حزب حاکم خود درباره صلاحیت نخست وزیر برای ادامه مذاکرات برگزیت رأی‌گیری کردند. رأیی که نتیجه‌اش گرچه به نفع ترزا می بود و به او اجازه داد در قدرت بماند، اما نشان داد که راهش برای گرفتن رضایت پارلمان جهت توافق بر سر معاهده با اروپایی‌ها برای خروج حتی از آنچه که تصور می‌کرد ممکن است پرسنگلاخ‌تر باشد. بریتانیا به قولی سخت‌ترین چالش در زمان صلح خود را تجربه می‌کند. برگزیت و چگونگی اجرای آن این کشور را از درون دچار مشکلات ماهیتی جدی کرده، چنان که بعضی می‌گویند پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی نگران تجزیه است. در این برنامه بیشتر صحبت می‌کنیم با دو مهمان. اینجا در استودیو مهمان ما هستند شهریار رادپور، کارشناس مسائل بریتانیا، و کاوه بهشتی‌زاده، وکیل و عضو حزب لیبرال دموکرات بریتانیا. خوش آمد می‌گم به هر دو. آقای رادپور، نظر شما راجع به رأی‌گیری دیروز و نتیجه‌اش چیه؟ به نظر شما مشکل خانم می در ماه‌های آینده چه خواهد بود؟ مشکل خانم می در حقیقت ادامه صدارتش است. به این منظور که اگر رأی‌گیری دیروز رو در پارلمان حساب کنیم، از نظر ریاضیات جمع و تفریق ایشون برنده شدن، ولی از نظر سیاسی بازنده هستند. چرا؟ ایشون می‌دونستند، ماه‌هاست که می‌دونن که در صفوف هیئت پارلمانی حزبش مخالفانی داره. اما در پایان رأی‌گیری دیشب معلوم شد که 117 نماینده، یعنی یک سوم نمایندگان از حزب ایشون در پارلمان مخالف ادامه رهبری ایشون بر حزب هستند. در نتیجه اگر تصور بر این بود که ایشون خاطر جمعی بیشتری پیدا میکنه یا دولت استحکام بیشتری خواهد یافت، به نظر من هر دوش خیال خامه. اما آقای بهشتی‌زاده، از طرف دیگه بسیاری میگن که ممکن هست که این روشن کرد که بسیاری از به قول انگلیسی ها بک بنچرا، کسایی که در ردیف‌های عقبی میشینند از حزب محافظه‌کار، موافق خانم می نیستند، اما ممکن هست که او بتونه نظر بعضی از کسانی که در واقع صندلی‌های عقب حزب کارگر میشینند رو به خودش جلب کرده باشه و بتونه رأی بگیره برای توافقی که میخواد به مجلس بیاره. آیا شما همینطور فکر میکنید؟ این کاملا احتمال داره که این اتفاق بیفته. یه چیزی که باید در نظر گرفت اینه که تریزا می یکی از خوششانس ترین سیاستمداران تاریخ انگلیسه. اگه شما در نظر بگیرید وقتی که ایشون پیشنهاد دادن که وزیر کشور بشه، دلیلش این بود که نیک کلر رهبر حزب لیبرال دموکرات اینو قبول نکرد، این پیشنهاد رو قبول نکرد، و دیوید کامرون میخواست یه خانومی در تیم 4 نفرش باشه. ایشون بعدش که وقتی انتخابات شد، رفراندوم شد و دیوید کامرون استعفا داد، تنها رقیبش، بهترین آرگومنتش یا صحبت کردنش این بود که ایشون مادره و تریزا می بچه نداره. باعث شد که هیچ کی مقابل تریزا می نیسته و ایشون نخست وزیر انگلیس شدن. بعدم که نخست وزیر شدن، جرمی کوربن رهبر حزب محافظه که یکی از ناقابل ترین و بی خاصیت ترین سیاستمداری که آدم میتونه بشه. خیلی با شما مخالفن در این نظر. کاملا موافقم که خیلی با من مخالفن در مورد این نظر. و ایشون الان هم که نگاه میکنی، مثلا در بدترین شرایط اون کسایی که در داخل حزب محافظه کار بودن اومدن و پیشنهاد دادن که ایشون از پست نخست وزیری کنار بذارن. هیچ بعید ندونید که کسایی فکر میکنید چرا؟ میدونم که خب حالا تعداد آرا علیه ایشون 117 رای بود، تعداد قابل توجهی هست، اما ترس از چه بود که باعث شد که او را
رأی بیاره. بسیاری معتقدند که کسانی که مقابل او بودند مثل بروس جانسون، مثل آی بیسمارک، اینها هم آدمهایی نیستند که حزب محافظه‌کار بتونه بهشون اعتماد کنه و اینها رو بندازه جلو برای موسیقی. این کاملا درسته. الان بهترین گزینه‌ای که حزب محافظه‌کار برای نخست وزیری داره یا رهبری حزبش داره بوریس جانسونه که محبوبیت زیادی داره. بوریس جانسون سیاستمداری نیست که اکثر ام پی ها یا اعضای پارلمان انگلیس به ایشون اعتماد کنن که رهبری حزبش رو داشته باشه، ولی محبوبیت ایشون در میان اعضای حزب محافظه‌کار که رای دهندگان آخری هستن برای کسی که رهبر حزب محافظه‌کار بشه، این خیلی مهمه. احتمال برنده شدن ایشون هستش. بوریس جانسون سیاستمداریه مثل دونالد ترامپ، ولی به اندازه دونالد ترامپ ایشون احمق نیستن، ولی رفتارش، صحبت کردنش وقتی که جنجالی هست، جنجالی کاملا هستش ایشون. ترس اینو دارم مثلا کسایی که در حزب محافظه‌کار هستن که کسی مثل بوریس جانسون که الان واقعا هم خودشو گذاشته که نخست وزیر بشه در انگلیس، در این برنامه رو چندین ساله که ایشون داره که میخواد نخست وزیر بشه. یه نکته ایو که میخوام بگم در مورد این ترس، وقتی که اینا خواستن که تریزامه رو پایین بیارن و رای گیری شد، وقت بسیار بدیه. یکی از خوششانسی های خانم تریزامه اینجا بود که در بدترین وقت که اینا اومدن تصمیم گرفتن که ایشونو. برای من جالب هست که شما دائم راجع به خوششانس بودن تریزا می صحبت کنید، برای اینکه احتمالاً این نظر بسیاری از مردم این کشور نیست. بسیاری در این روزها که باهاشون تو تلویزیون صحبت می‌کردن، مردم عادی می‌گفتن که اون بذارید بیچاره کارشو بکنه، برای اینکه می‌دونن که خیلی الان این پست نخست وزیری بریتانیا پست در واقع پستی نیست که خیلی‌ها دلشون بخواد الان درش قرار بگیرن با توجه به مشکلات برگزیت. امروز خانم می با همه مشکلاتی که دیروز داشته پشت رفته دوباره به بروکسل راجع به این موضوع صحبت بکنه. آیا این که این وضعیت رو در لندن داره روی مذاکرات او تاثیر میذاره؟ آیا رهبران اروپایی نگاه میکنن ببینن که او وضعش در داخل کشورش چطور هست و بر اساس اون تصمیم میگیرن؟ چون خیلی ها اینجا گفتن که او به خاطر این وضعیت بهتره که اصلا نره، آبروی ما رو نبره. رهبران اروپایی و رهبران کمیسیون اروپا همدردی خواهند کرد، همونطور که دیشب هم همدردی کردن. اما اگر امید خانم تریزا می یا هر کسی این استش که رهبران اتحادیه اروپا پرونده توافق ضمنی رو دوباره باز کنن، خیر. آره، گفتن باز نمیکنن. گفتن باز نمیکنن. تنها چیزی رو که گفتن که بعد از مذاکرات حاضرن انجام بدن، روشن‌تر کردن جزئیات این تفاهمه. از جمله بخصوص در مورد مرز آتی در ایرلند. جزیره ایرلند هست، بین جمهوری ایرلند که عضو و خواهد ماند و استان ایرلند شمالی که جزء از بریتانیا. دقیقاً می‌خوام راجع به این موضوع، این چون الان صحبت میشه که این مهمترین مسئله حال حاضر توافق برگزیت هست، اسمش هم گذاشتن بک استاپ. آقای رادپور به زبان ساده به ما بگید بک استاپ چیه؟ بک استاپ از اون عبارات که انگلیس‌ها خیلی دوست دارن یه اصطلاحی بتراشند و هیچ معنی هم نداره. بک استاپ به عبارت ساده یک ضمانت نامه است، یک بیمه نامه است که روزی که بریتانیا اتحادیه اروپا رو ترک میکنه، یعنی در آخرهای ماه مارس آینده، اوائل فروردین ماه در ایران، این قضیه، این که بریتانیا دیگه میشه یک عضو خارجی، یک کشور خارجی و جمهوری ایرلند همچنان عضو اتحادیه است، مرز این کشور در زمینه تجارت، داد و ستد، رفت و آمد چه خواهد بود؟ بر اساس قوانین اتحادیه اروپا هر کشور ثالثی وقتی هم مرز باشه با اتحادیه اروپا باید تعرفه های گمرکی، سود بازرگانی و همه اینها وارد عمل میشه، در صورتی که الان 40 ساله که بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند نه مرزی بوده. داشتن این مرز چه مشکلی ایجاد میکنه؟ چون به نظر میاد که الان بیشتر کسانی که در پارلمان اینجا صحبت میکنن میگن که این اون وقت مسئله گود فرایده یا جمعه نیک رو پیش میاره. دقیقاً اون مسئله دیگری است که باز همونم مانع تراش شده. در حقیقت ببینید، اگر که قرار باشه مرزی دوباره برقرار بشه بین این دو بخش از جزیره ایرلند، دولت محلی در استان ایرلند شمالی 100% با اون مخالفه. جمهوری ایرلند هم میگوید که ما هرگز حاضر به این نخواهیم شد که مرزی ببندیم. پس پیشنهاد چی بوده؟ پیشنهاد این است که
استان ایرلند شمالی از نقطه نظر گمرکی و تجارت همچنان بخشی از اتحادیه اروپا بمونه، مرز بین بریتانیا و اتحادیه اروپا بشه دریای ایرلند، یعنی جزیره اصلی بریتانیا خارج میمونه، استان ایرلند شمالی همچنان از نظر تجاری بخشی از اون مونه. اون هم دولت بریتانیا حاضر به قبولش نیست. و اسکاتلندی ها که میگن که اگه قراره کسی دقیقاً. اگه قرار بر جدایی ما استقلال میخواییم. در نتیجه این کلاف سردرگم مونده و این کارا دوست ما اشاره کردن به خوششانس بودن خانم ترزا می، واقعا بدشانسی است. من خیال میکنم اصلا پذیرفتن مسئولیت هدایت بریتانیا در خارج شدن از اتحادیه اروپا یک کابوسه. بله. و الان ما میبینیم بعد از دو سال این همه مذاکره و عوض شدن دو وزیر مسئول تنظیم این برنامه، هنوز هیچ کس نمیدونه که بریتانیا بعد از این سفر خانم می یا بعد از خروج نهایی، خروج رسمی در پایان ماه مارس آینده تکلیف چه خواهد بود؟ دقیقاً میخوام یه مقدار این رو برای بینندگان ما که شاید خیلی در جریان جزئیات این ماجرا نباشن باز بکنیم، با توجه به اینکه بی خود نیست که ما این رو برای بینندگانمون توضیح میدیم. یکی از مهمترین اتفاقات دوران صلح برای این کشوره که تاریخ طولانی داره، اما این میگن یکی از مهمترین چالش‌های دوران صلح در این کشوره. آیا بهشت‌زاده ممکنه شما برای ما یه مقدار باز بکنید که اگر بریتانیا نتونه این توافق رو در پارلمان، خانم می نتونه به تصویب پارلمان برسونه، تکلیف بریتانیا چه خواهد؟ سه تا راه حل هستش که اگه ایشون نتونه این مسئله رو پیش ببره در پارلمان و پارلمان این قراردادی که ایشون به توافق رسیده با اتحادیه اروپا نتونه به امضا برسونه و نتونه از پارلمان بگذرونه، احتمال اینی که ایشون خودش استعفا بده هستش که دولت تازه باید بیاد سر کار، نخست وزیر تازه و دوباره مذاکره کنه با اتحادیه اروپا، که اتحادیه اروپا حاضر به این مسئله نیست. مسئله دوم انتخابات سراسری در کشور انگلیس که این احتمالش هست، چون اپوزیسیون که حزب کارگر باشه دائم اینو میخواد. مسئله سوم اینه که یک رفراندوم دوباره بشه که با سه تا آپشن، یکیشون این باشه که آیا در اتحادیه اروپا بمونن، یکی اینکه آیا این قرارداد قابل قبول هست برای مردم، و یکی اینکه نه کاملا از اتحادیه اروپا اینا بیان بیرون. حرف شما کاملا درسته که میگید این یکی از بزرگترین چالش هایی هست که دولت اتحادیه شاهنشینی انگلیس اینو در طول تاریخش بعد از جنگ جهانی دوم دیده. چالشی است که بسیاری از کسایی که کمپین کردن برای بیرون رفتن از اتحادیه اروپا گفتن که آسون ترین کار هستش، وعده های بسیار خیالی دادن که خیلی ها متاسفانه اینو قبول کردن. مسئله مهاجرت مسئله بسیار مهمی بود. چه اتفاقی واقعا میفته برای انگلیس اتحادیه شاهنشینی بعد از اینکه از اتحادیه اروپا خارج بشن واقعا معلوم نیست. اینا انتظار داشتن که مثلا آمریکا، آیا در این توافق اون چه که اونها میخواستن، کسانی که یه بار یادآوری بکنیم، اون کسانی که میگفتن برگزیت دنبال چی بودن، یکی میگفتن که مهاجرا زیاد میان اینها نیان، میگفتن که ما میخوایم در این کشور بتونیم قوانین رو خودمون تنظیم بکنیم، اینقدر از اتحادیه به ما تحمیل نشه، یکی دیگه این بود که میگفتن ما یه پول کلونی میدیم به اتحادیه، میخوایم این پول رو ندیم. آیا این مسائل عمده‌ای که راجعش صحبت میکردن رو تونستن در این توافقی که خانم می مذاکره کرده و به نظر میاد که هم اتحادیه باش موافقه، هم الان دولت بریتانیا، تن کسایی که موافق نیستن بقیه پارلمانن، آیا در اون توافق اینها لحاظ شده؟ بستگی داره با کی بخوای صحبت کنی که بگه همچین چیزی هست یا نه. وقتی که تریزا می خودش صحبت میکنه میگه بله همه این چیزا هست. من که خودم قرارداد رو خوندم، در موردش بسیار مطالعه کردم، تنها یک چیزو میبینم، اینم ورود مهاجران از اتحادیه اروپا هست. این یکی به نظر من یکی از مسائل بسیار عمده ای بود که کشور در اصل کشور انگلیس به رای دادن در خروج از اتحادیه اروپا رای داد. اینو کاملا این وعده رو برگزار به جا میرسونه. مسئله دیگه در مورد قوانین، این مسئله طول میکشه. این قانون از سال 1975 تا 2021 که ما میریم از اتحادیه اروپا با اون ترانزیشن پریودی که هستش، اون مدت زمانی که هستش، قوانینی که شما در طول مدت 40 سال 45 سال آوردی یک شبه نمیتونی اینو از بین ببری و این یه مدت زمانی میخواد، اینو نمیرسونه. در مورد اینکه آیا این پولو میده تا زمانی که این قرارداد هستش، تا زمانی که این مسائل حل نشه و از انگلیس
کشور اتحادیه شاهنشینی کاملا از اتحادیه اروپا بیرون نره، این پول رو باید کشور انگلیس بده. و از همه مهمتر 39 میلیارد پوند باید اینا به خاطر توافق‌هایی که قبلا کردن و برنامه‌هایی که اینا شروع کردن وقتی که در اتحادیه اروپا بودن باید بدن. وقتی که کل این قرارداد رو نگاه می‌کنی، به نظر شخص من قرارداد خوبی نیست. به نظر من اون وعده‌هایی که در انتخابات رفراندوم داده تنها در مورد مهاجرت این مسئله رو نشون میده، در مورد مسائل دیگه شخصا فکر نمی‌کنم که همچین چیزی رو نشون بده. ما یه عده‌ای داریم که علاقمند هستن به برگزیت سخت، اونایی که بیشتر این رأی‌گیری دیشب رو هم اونها می‌خواستن که میگن آقا ول کنیم مثلا بریم، لازم نیست، توافقی هم لازم نیست. یه عده دیگه هستن که علاقمند هستن به برگزیت نرم، یعنی اینکه ما خارج بشیم با یه توافقی منطقی با این کشورهایی که سالیان سال دوستانمون بودن، متحدانمون بودن، یک توافقی داشته باشیم و خارج بشیم. یک سری دیگه هستن میگن آقا اصلا ما اون موقع که رفتیم این رفراندوم رو برگزار کردیم نمی‌دونستیم داریم در چه جعبه پاندورایی رو باز می‌کنیم، الان فهمیدیم بهتره که دوباره این رفراندوم رو برگزار کنیم. بسیاری در این کشور با اصلا کسایی که حتی ممکنه علاقمند به تغییر نتیجه باشن، این صحبت رفراندوم دوباره که میشه واقعا وحشت میکنن به خاطر نگرانی از اصل دموکراسی در این کشور. شما ممکنه آقای راتور به ما توضیح بدین که نگرانی اصلی اونها از چه؟ میگن این پایه های دموکراسی رو در این کشور اون وقت میلرزونه. ببینید یه قدری باید به عقب برگردیم. حقیقتش یک گروهی در بریتانیا از همون 40 سال پیش هیچ وقت مایل به ادامه عضویت نبودن. در 1975 هم یک همه پرسی انجام شد که در اون موقع حزب محافظه‌کار طرفدار ادامه عضویت بود و حزب کارگر طرفدار خروج بود و به هر حال اونایی که طرفدار ادامه عضویت بودن بردن. مخالفت با ادامه عضویت در اتحادیه اروپا شاخه های فراوان داره، شاخه های تاریخی داره. خیلی ها، کسانی که سنشون هم بالاتره و همچنان در پارلمان هستن، اینها کسانی هستن که زمان جنگ دوم رو به یاد دارن. اینها ترسشون از این هستش که یک اروپای متحد یک مقتدر اول داشته باشه، اون هم آلمانه. مثلا اسم آلمان برای خیلی ها در سنین بالاتر یک ترس عجیبی ایجاد میکنه. دوم، کسانی هستن که معتقدن که اگر بریتانیا عضو اتحادیه باشه باید کلی معافیت داشته باشه. بعضی از معافیت ها را ما دیدیم که در زمان خانم تاچر و در زمان نخست وزیران دیگر گرفتند. و گروه سوم هستند که در حقیقت به حزب ایشون برمیگرده، لیبرال دموکرات ها. دقیقاً اینها از اول امر طرفدار اروپا هستند و طرفدار ادامه عضویت هستند و همچنین طرفدار یک انسجام بیشتر یافتن اتحادیه هستند، از نظر سیاسی، دیپلماتیک، حتی شاید نظامی. در نتیجه اگر ما پارلمان فعلی بریتانیا رو، مجلس عوام رو، ملاک قرار بدیم، شما همه جور از این سایه ها روشن ها رو توی این میبینید. حزب خود کارگر، حزب کارگر که حزب اصلی اقلیت هست یا حزب دولت سایه هست، درش چند دستگی هست. اگر اونها ها دولت در دست اونها بود، ما کم و بیش با همین مشکلات روبرو بودیم. در نتیجه من خیال میکنم اگر، البته اگر کسی را حل را بدونه یک شبه میلیاردر میشه، ولی خیال میکنم نهایتاً به این میرسه که اگر یک همه پرسی دومی قرار است انجام شود، در مورد سؤالی که باید با مردم در میان بگذارن یک تعمق بیشتری بشه. در همه پرسی قبلی بسیار ساده گذاشتن بمونیم یا برویم، ولی این سوال مطرح نبود تحت چه شرایطی بمانیم یا تحت چه شرایطی برویم. و برای همین هم است که ما این سردرگمی رو نه تنها در پارلمان بلکه در میان ملت میبینیم. واقعا خانواده ها، بله، برادر و خواهر، خواهر و برادر، مادر و پسر، پسر و پدر، اینها جدا شدن از این نقطه نظر و یه نفر هنوز نتونسته بیاد یک راه حل واقعی پیشنهاد کنه. من شخصا معتقدم بریتانیا در دنیای امروز قرن 21 نمیتونه به عنوان یک جزیره در شمال غرب قاره اروپا به تنهایی از همه نظرها، اقتصادی، تجاری، سیاسی، نظامی، روی پای خودش بایسته. اون دوران گذشته. خب دقیقاً بحث عمده همین هست. اینکه خب
آیا به اروپا نزدیک‌تر باشه یا اونطور که خیلی از اون کسایی که صحبت برگزیت می‌کردن میگفتن آقا ما میریم بیرون میریم سراغ آمریکا، چرا نمیره سراغ آمریکا یا چرا آمریکا نمیاد سراغ بریتانیا؟ دقیقاً شاید خیلی تصور نمی‌کردن شخصی به نام دونالد ترامپ رئیس جمهوری بشه در آمریکا. الان هیچ کس به گفته‌های آقای ترامپ اعتقادی نداره. ایشون امروز یه چیزی میگه، چه در زمینه سیاست داخلی چه سیاست خارجی، فردا نظرش عوض میشه. ایشون توییت میکنن، ایشون مصاحبه نمیکنه. در نتیجه اگر اون عده‌ای که در بریتانیا بودند که حتی در دوران مبارزه بر سر اینکه به کدام سمت رأی بدیم، همه پرسی قبلی، خیلی ها میگفتن که ما به اروپا نیازی نداریم، ما تجارت با آمریکا و باقی دنیا، چین، روسیه و غیره برامون کافیه. اون انتظاری رو که از آغوش باز ایالات متحده داشتن فعلا تا به امروز عملی نشده. آمریکا وعده های چندانی به بریتانیای خارج از اتحادیه اروپا نداده. در نتیجه این از منظر بین‌المللی یه ایده رو در این کشور سردرگم کرده. متوجهم. بحث دیگه اینه که الان خانم می همین امروز در پارلمان در بروکسل هست، صحبت میکنه با نمایندگان کشورهای اروپایی. در مورد چی صحبت میکنه؟ چون اونا که گفتن که ما قرار نیست که این مذاکرات رو از سر بگیریم، دوباره بریم در جزئیات این توافقی که قبلا با هم توافق کردیم. چی رو میخواد از اونها رضایت بگیره؟ اینی که تریزا می الان مطمئنه که نمیتونه این قراردادی رو که میخواد امضا کنه از پارلمان انگلیس بگذرونه، این بسیار واضحه. هم از هم حزبیای خودش، هم اپوزیسیون، هم حزب لیبرال دموکرات، حزب ملی اسکاتلند، حزب سبز، همه احزاب گفتن ما به این رأی نمیدیم. و ایشون هم فهمید که قرار بود روز سه‌شنبه انتخابات بشه، اینو کنسل کرد، چون انتظار این میرفت که یک شکست بسیار فاحشی برای ایشون باشه، بسیار افتضاح باشه این شکست براشون. الان ایشون امید اینو داره که بره اونجا بگه ما قرارداد میخوان، دو طرف این مسئله قرارداد میخوان، دو طرف این مسئله میخوان که روابط صمیمی بمونه، دو طرف این مسئله میخوان روابط تجاری با هم دیگه ادامه پیدا کنه. از یه طرف شما انگلیس رو دارید که یه دومین کشور بزرگ برای دادن پول به اتحادیه اروپا است، یکی از کشورهای بسیار ثروتمند، اقتصاد پنجم دنیا رو داره، در بعضی از جاها ششم و هفتم و هشتم هم هستش. اتحادیه اروپا نمیخواد این بازار رو از دست بده. کشور انگلیس هم نمیخواد بازار اتحادیه اروپا که نزدیک نیم میلیارد نفر هستش اونجا، کشورهایی که با قوانین شفافی دارن در اون در خدمات به کشورهای خودشون میدن، به مردم خودشون میدن، نمیخواد این بازار رو از دست بده. دو طرف این مسئله واقعا میخوان بیان به یه توافقی برسن که قابل قبول برای دوتاشون باشه. خب اتحادیه شانشینی تصمیم گرفته از اتحادیه اروپا بره بیرون. خب نمیتونه چیزهایی که واقعا میخواد از این کلابی که داره الان میره بیرون به دست بیاره. متهم شده بریتانیا به این که میخواد گلچین کنه، چیزای خوبشو برداره، چیزایی که به دردش نمیخوره نگیره. تو در گذشتم این کارو کردن و خب الان اروپا میگه ما حاضر نیستیم این کارو بکنیم. واقعا تا کجا خانم می میتونه اروپایی ها رو سر این راضی بکنه؟ خودش تو کشور خودش هم حزبی های خودش رو نمیتونه راضی. کاملا موافقم. آیا این کار بسیار سختی برای نخست وزیر هست؟ واقعا کار سختی هست براشون. آیا احتمال داره که اتحادیه اروپا بیاد دوباره مذاکره کنه؟ به نظر من احتمالش بسیار بسیار کمه. فقط دیروز گفتند که ما حاضر نیستیم، از سران کشور رو گرفته تا سران اتحادیه اروپا گفتند که ما دوباره حاضر نیستیم، ولی حاضریم بعضی چیزها رو دوباره توضیح بدیم، توضیحات بیشتری بدیم، اعتماد سازی کنیم، یه وعده هایی رو بدیم که ما بتونیم به این توافق برسیم. ولی آیا خانم می میتونه دوباره این مسئله رو بازرسی کنه، دوباره مذاکره کنه با اینا؟ به نظر من بسیار بسیار احتمالش کمه، واقعا احتمالش کمه. یه چیزی اگه بخوام در مورد حرف مهمان عزیزتون که گفت این مسئله خانواده ها رو حتی از هم جدا کرده، این کاملا حتی تو خانواده من رابطم با پدرزنم بسیار بده. ایشون واقعا میخواد از اتحادیه اروپا کاملا بره بیرون و فکر میکنه من آدم احمقی هستم و من فکر میکنم که رفتن از اتحادیه اروپا کار بسیار بدی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی، از لحاظ از همه لحاظ بسیار، و من فکر میکنم پدرزنم آدم احمقی. این واقعیت هستش واقعا که همه خون بادم. این که میگید واقعا خیلی نظرات خیلی هم سرسختانه ای دارن هر دو طرف در مورد این قضايا. اما برگردیم به این بحث خروج، موضوع دیگه ای که خیلی حالا مطرح میشه این هستش که خب
مثل اینکه خانم می و طرفداران برگزیت نرم شانس آوردن، چون این رأی دیشب نشون داد که طرفداران برگزیت سخت در اقلیتن. نظر شما چیه؟ آیا اینطور نشون میده؟ اونها در اقلیت هستند، اما یعنی در واقع زمین بازی زیادی هم ندارن. بیشتر کسانی که هستند الان طرفدار یا رفراندوم دومند یا برگزیت نرم. این یه همچین جوابی میده اون رأی دیشب به نظر شما؟ نه، به این منظور من این استش که اون چه که خانم می به پارلمان قرار بود ببره که رأی گیری بشه، دقیقه آخر وقتی متوجه شد که بازنده خواهد شد، دوشنبه گذشته این رو پس گرفت. این پرونده، این در حقیقت خود اتحادیه اروپا بهش میگه این یک چک نویسه، این متن نهایی نبوده. این متن پیشنهادی در مجلس بریتانیا رأی نخواهد آورد، اما کاری که اون چند نفر سخت‌ها میتونن بکنن و احتمالاً هم بعد از رأی‌گیری دیشب خواهند کرد، تضعیف بیشتر موقعیت نخست وزیره. برای اینکه اونها میگویند که خب خانم می در جلسه‌ای که قبل از رأی‌گیری دیشب با نمایندگان گروه پارلمانیش داشت گفت من به شما قول میدم در انتخابات بعدی رهبر حزب نخواهم بود. این یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی است که هر کسی میتونه بکنه. نمونه دیگرش خانم مرکل در آلمانه که اونم این صحبت، یعنی اگر شما در موقعیت ضعیفی قرار دارید و این ضمانت رو به رقبات میدی، یعنی من ضعیفتر هم هستم، از این ضعیفتر میشی. به هر حال اونها نمیتونند دولت رو پایین بیارن، دیشب مشخص شد، اما میتونن ضربه بیشتر بهش بزنن. خب و تضعیفش کنن. دولت تضعیف شده، دولتی که الان به هر حال وضعیت خیلی خوبی نداره، تضعیف شده، وضعیتش هم معلوم هست که بهتر نخواهد شد ظرف ماهای آینده. از چه موقعیتی میتونه با رقبای اروپایی و شرکای اروپایی صحبت بکنه؟ آیا این میتونه باعث بشه که اونها دست بالاتری رو بگیرن یا نه؟ نه، من خیال نمیکنم. ببینید، دونالد توسک رئیس شورای وزیران اتحادیه اروپا دیروز این رو خیلی صریح گفت، گفت ما با فرد مذاکره نکردیم. بله. و با فرد هم مذاکره نمی کنیم. ما با دولت بریتانیا از هر رنگ و بویی که میخواد باشه صحبت میکنیم. یعنی اگر به فرض فردا این مجلس منحل بشه، انتخابات عمومی برگزار بشه و حزب کارگر برنده بشه، اونها این پرونده رو تمام شده، این مذاکرات رو پایان یافته تلقی میکنند. در نتیجه بریتانیا به قول معروف توپ تو زمین بریتانیاست، اینها باید تصمیم بگیرن چه بکنن. بله. الان یک گزینه دیگری که شاید 6 ماه پیش هیچ کس بهش اهمیتی نمیداد و الان داره بحث میشه دربارش، فرمول نروژ. بله. یعنی بریتانیا خارج میشه از اتحادیه اروپا اما یک عضو رابط، یک عضو نسبی میمونه. یعنی چی؟ یعنی که بازار مشترک اروپایی رو میپذیره، اتحادیه گمرکی رو میپذیره، البته همچنان ماهانه باید حق عضویت بده، ولی نقطه ضعف این پیشنهاد، این فرمول این استش که در مذاکرات و تصمیم گیری های شورای وزیران و پارلمان اروپا نقشی نمیتونه داشته. یعنی در واقع یک عضوی هست که پول میده باید قوانین رو اجرا بکنه، ولی در واقع ساختن اون قوانین نقشی نداره. هیچ نقشی نداره. تنها سودی که میبره این استش که در اتحادیه گمرکی هست. بس. یعنی رفت آمد آزاده، داد و ستد آزاده و این تنها چیزی که داره. نروژ به عنوان یک کشور البته از نظر جغرافیایی بسیار وسیع و از نظر جمعیت کوچک راضیه از این فرمول و خیلی ها معتقدن بریتانیا به عنوان یکی از قدرت‌های اصلی هم سیاسی و هم تجاری دنیا این فرمول در اون جا نمیگیره، نمیتونه با این کنار بیاد. یعنی برای خودش موقعیتی در سطح بین‌المللی قائل هست که مثل نروژ نمیتونه باشه. ولی واقعا یعنی من تصور میکنم نهایتا یا باید همه پرسی دیگری برگزار بشه و با یک سوال بسیار مشخص و حساب شده از مردم که خب آخه این هم بحثه. الان شما هم مطرح کردین، آقای راتور هم کردم، من میخوام نظر هر دو رو بپرسم. این متنی که شما گفتید که خوندید متن بسیار طولانی هست، درسته. بسیار پیچیده است، راجع به مسائلی هست که بسیاری از ماها آدمای عادی هم همینطور هیچ کس خیلی نمیفهمه این اصطلاحات رو حتی.
مردم بیان راجع به چی نظر بدن. اینا به هر حال فکر میکنن که یه عده رو انتخاب کردن در پارلمان که اونها برن این کار رو براشون انجام بدن. اگه اونها نمیتونن این کار انجام بدن، مردم عادی چطور انجام بدن؟ ببینید در بریتانیا به طور کلی، البته بریتانیا قانون اساسی مدون نداره، ولی اون چه که دربارش به عنوان قانون اساسی صحبت میشه، همه پرسی یا رفراندوم جایی نداره، برخلاف سوئیس که هر دو هفته یه بار رفراندوم دارن. در نتیجه همین سوالی که شما مطرح میکنید دقیقا این مشکل اصلی است. آیا تصمیم باید با پارلمان نمایندگان منتخب مردم باشه یا مستقیما با خود مردم باشه؟ به نظر من مردم، چه طرفدار ادامه عضویت یا طرفدار خروج، در دو سال اخیر که مذاکرات رو دیدن هیچ امیدی دیگر به این ندارن که نمایندگان منتخبشون در مجلس بتونن این گره رو باز کنن. بله. و شاید وقتی به اون بنبست بخورن، شاید دوباره گزینه‌ای به عنوان همه پرسی دوم قابل قبولتر باشه. من کاملا موافق گزینه همه پرسی هستم. توی حزبی هستم که تقریبا دو ساله ما داریم در مورد این مسئله بحث میکنیم. وقتی که این بحث که شروع شد بعد از انتخابات که باید یه همه پرسی دیگه ای باشه، از اون و از اون روز تا الان سیاست حزب ما همین هستش، همین بوده، همین چقدر هستش. امید دارید که این اتفاق بیفته؟ با توجه من فقط در مورد حزب شما صحبت نمی کنم، به هر حال در مورد یک تصویر بزرگتر از احزابی صحبت می کنیم که همه جوره هستن، بعضیا خیلی موافقن، بعضیا خیلی مخالفن. فکر می کنید چقدر؟ اگر سه ماه پیش شما این سوال از من میپرسیدید میگفتم 10%، ولی امروز میتونم راحت بگم 45-50% احتمال رفراندوم دوم هستش. دلیلش هم بسیار واضحه، مردم واقعا میدونن که دولت نمیتونه این مسئله رو حل کنه. اپوزیسیون که بسیار فاجعه است، یعنی از دولت بدتره، یعنی اپوزیسیون بایستی میومد رای اعتماد به کاری میکرد که دولت به پایین کشیده میشد، ولی این خود حزب محافظه‌کار بود که این کار رو انجام داد. و مردم اینو میبینن، میان نگاه کنن. نگاه کنید در هر انتخاباتی، در هر همه پرسی که باشه، بسیاری از سیاستمداران میان وعده هایی میدن. بعد از دو سال مشخصی که آیا این وعده ها وعده های خوبی بودن، درستی بودن، آیا واقعا قابل اجرا هستن، آیا رفتن از اتحادیه اروپا بیرون کار آسونیه، آیا میتونیم همه اون چیزایی که ما میخوایم گلچین کنیم و در کشوری زندگی کنیم مثل بهشت باشه. خب مردم بعد از دو سال به این نتیجه رسیده، آیا این امکانش هست یا نه؟ به نظر من نتیجه نهایی باید با مردم باشه تا سیاستمداران. ممنونم آقای بهشتی‌زاده، آقای رادپور از شرکت در این بحث بسیار جالب که حتما ادامه خواهیم داد در هفته‌های آینده. و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.